به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. من محمد محمدی به همراه همکارانم از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستیم در اخبار شبانگاهی. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. هشتم ربیع الاول، سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. سران جهان در سئول خواستار کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی شدند. وزیر معارف طالبان کتاب‌های مغایر با فقه حنفی از مرکز آموزشی جمع‌آوری می‌شوند. هشتم ربیع الاول، سالروز شهادت امام حسن عسکری امام 11 شیعیان است. سوگواری شیعیان بنابر سنت تاریخی حتی پس از اتمام ماه‌های محرم و صفر به پایان نمی‌رسد، تا آنکه روز هشتم ماه ربیع الاول که به سر می‌آید، ایام سرور و شادی شیعیان به مناسبت شب نهم ربیع الاول نیز فرا می‌رسد. همکارم در گزارش خود نگاهی گذرا به زندگانی آن حضرت داشته که با هم می‌بینیم. امام حسن عسکری علیه السلام، فرزند امام هادی علیه السلام، پدر امام زمان علیه السلام و 11 امام مسلمانان در سال 232 هجری در مدینه چشم به جهان گشودند و پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 252 به امامت رسیده و در سن 28 سالگی پس از 6 سال امامت و در 8 ربیع الاول سال 260 هجری در شهر سامر به دست معتمد عباسی به شهادت رسیدند. کنیه ایشان ابو محمد و در بعضی منابع کنیه های ابوالحجه، ابوالحسن و ابوالقائم نیز برایشان ذکر شده است. هادی، نقی، زکی، رفیق، خالص و صامت برخی از لقب های امام حسن عسکری است، ولی مشهورترین لقب ایشان عسکری است. این لقب به اقامت اجباری ایشان در سامر را اشاره دارد. امام 11 به دستور حاکم وقت در سامر را تحت مراقبت شدید حکومت قرار داشتند و از طریق نمایندگان خاص و از راه نامه‌نگاری با شیعیان در ارتباط بودند. یکی از نمایندگان خاص ایشان که نخستین نایب خاص امام زمان نیز بود، عثمان ابن سعید نام داشت. بنابر منابع تاریخی معتبر، مادر امام حسن عسکری کنیزی به نام هدیس یا حدیثه بوده و در برخی از منابع نام او سوسن، اصفان و سلیل ثبت شده است. ایشان با بانویی که مادر امام زمان است ازدواج کردند. نام این بانوی بزرگوار را نرجس خاتون و در برخی منابع ملیکا ذکر کردند. همچنین گفته شده است که این بانو نوه قیصر روم و از خاندان شمعون و سیه بلافصل حضرت مسیح است. در مورد تعداد فرزندان ایشان نیز اختلاف نظر وجود دارد، ولی اکثر منابع امام زمان را تنها فرزند ایشان می دانند. سالهای امامت ایشان در شهر سامر و غالباً تحت کنترل شدید خلفای عباسی سپری شد، به نحوی که ارتباط آن حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها به وسیله وکلای خاص آن حضرت بود. معتمد در ربیع الاول سال 260 هجری قمری به وسیله یکی از نزدیکانش امام حسن عسکری را با زهر مسموم نمود. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته حکیمانی وابسته به دربار خود را بر بالین امام می‌فرستاد تا آن زهری که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم چنین وانمود نماید که حضرت از بیماری طبیعی رنج می‌برند. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی و اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت آمدها را به کنترل در بیاورند، تا اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت پس از امام حسن دیدند آن را گزارش کنند.
بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر شهادت حضرت امام حسن عسکری، حاله ای از غم و بهت زدگی فضای سامر را فرا گرفت و از هر سوی صدای ناله و گریه برخاست. مردم آماده سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت شدند. پس از آنکه امام چشم از جهان فرو می‌بندند، معتمد دستور می‌دهد خانه ایشان را بازرسی و کنیزان را زیر نظر بگیرند. اما او نمی‌دانست امام منتظر پیش از 5 سال است که به دنیا آمده و از دید جاسوسان مخفی شده‌اند و برگزیدگان شیعه با ایشان بیعت کردند. شهادت امام حسن عسکری بازتاب فراوانی در سامر را داشت. بازارها تعطیل و دکانها بسته شد. عموم مردم به سرعت و عجله به خانه امام رهسپار شدند. بنی هاشم، کاتبان، فرماندهان، قاضیان و سایر مردم برای حضور در تشییع جنازه آن حضرت حاضر شدند و شهر سامر را شبیه به عرصه محشر شد. بعد از شهادت آن حضرت، برادر آن حضرت خواست بر پیکر مطهر امام حسن عسکری نماز بخواند، اما همان گونه که امام حسن عسکری علیه السلام پیش بینی کرده بودند شد و حضرت حجت بر پیکر پدر نماز خوانده و این اقدام که خود نشان دهنده معجزه الهی بود، یکی از دلایل اثبات امامت آن حضرت به شمار می رود. امام حسن عسکری در همان اقامتگاه شریف خود در شهر سامر را در کنار مزار پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شدند که تا امروز نیز زیارتگاه مسلمانان است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک لوح گلی کوچک که موقعیت شهر باستانی بابل را به عنوان مرکز جهان ترسیم کرده و به عنوان کهن‌ترین نقشه تاریخ شناخته می شود، تصویر رشته کوه زاگرس نیز بر روی خود حک کرده است. در این نقشه کل منطقه بین النهرین توسط یک رود تلخ یا اقیانوسی مدور احاطه شده است. 7 یا 8 منطقه خارجی به صورت بخش‌های مثلثی شکل در آن سوی اقیانوس به تصویر کشیده شده که تصور می‌شود کوه‌های زاگرس باشند. این لوح گلی به زبان اکدی نوشته شده است و قدمت آن به احتمال زیاد به 2600 تا 2900 سال قبل باز می‌گردد. فرمانده کل انتظامی ایران گفته تا پایان سال جاری نزدیک به 2 میلیون اتباع غیر مجاز از ایران اخراج می شوند. مقام های ایران به شهروندان خارجی اتباع می گویند که عمدتاً اشاره آنان به افغانستانی هاست. در همین حال وزیر جدید کشور ایران خواستار تسریع انسداد مرزی ایران با افغانستان شده است. ایران این هشدارها در حالی مطرح می شود که طی 3 سال گذشته و با تسلط طالبان در افغانستان، میلیون ها شهروند این کشور از ترس طالبان و همچنین فقر شدید مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدند. روز گذشته در دوبلین پایتخت ایرلند نشست مهمی برگزار شد تا درباره نسل کشی ایزدی ها به دست گروه سنی های تندروی داعش در آگوست 2014 که به کشتار و آواره شدن هزاران نفر انجامید بحث و گفتگو شود. شایان ذکر است هدف از این نشست بررسی جنایت گروه سنی های تندروی داعش می باشد که طبق قوانین بین الملل و مطابق با مواد 6، 7 و 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی جنایات نسل کشی و جنایات جنگی و علیه بشریت تلقی می شود. گفتنی است در این نشست علاوه بر تمرکز بر محاکمه گروه سنی های تندروی داعش، پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها و آزادی افراد روبوده شده که هنوز در چنگال این گروه تروریستی هستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نیجر میزبان کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی در غرب آفریقا است.
در بحبوحه افزایش بلایای شدید آب و هوایی در غرب آفریقا نشستی در نیامی پایتخت نیجر برگزار شد. قرار است در این کنفرانس سه روزه درباره مسائلی از جمله سیل و ناامنی غذایی که نزدیک به 28 میلیون نفر را در منطقه ساحل و غرب آفریقا تحت تأثیر قرار داده بحث و بررسی شود. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی هواشناسی WMO در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب نزدیک به 118 میلیون نفر در آفریقا تا سال 2030 میلادی در معرض تغییرات شدید آب و هوایی قرار خواهند گرفت. در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سران جهان در سئول خواستار کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی شدند. در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. یک اجلاس جهانی در سئول بر لزوم کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. شرکت کنندگان در این اجلاس بر لزوم جلوگیری از استفاده هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کردند. این اجلاس تحت عنوان هوش مصنوعی مسئول و پاسخگو در حوزه نظامی با حضور نمایندگانی از بیش از 90 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و چین و همچنین حدود 2000 مقام دولتی و کارشناس برگزار شد. بیانیه‌ای که در پایان این نشست دو روزه در پایتخت سئول منتشر شد، همچنین نسبت به احتمال کمک هوش مصنوعی به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد. بیانیه پایانی این اجلاس با عنوان طرح اقدام بر لزوم مشارکت مناسب انسانی در توسعه، استقرار و استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی در استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای اعمال زور اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: ما بر لزوم جلوگیری از استفاده فناوری‌های هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کنیم. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی بر استفاده از نیرو در سیستم‌های هوش مصنوعی تأکید کرد. در این اجلاس همچنین تأکید شد که هوش مصنوعی باید در راستای حمایت از تلاش‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات به کار گرفته شود و نه مانعی در این مسیر. همراه هستیم با آقای سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، به عنوان فردی که تجربه نظامی و حضور در جنگ دارید و همچنین با تکنولوژی‌های روز آشنا هستید، بفرمایید اگر روزی هوش مصنوعی بدون کنترل و نظارت در اختیار جنگ قرار گیرد، چه بر سر دنیا و بشر خواهد آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و بینندگان محترم این بخش خبری و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. ببینید، من برگردم به تعریفی از مرحوم سبزواری در خصوص فکر که حدود 100 سال پیش گفته شده، که می‌فرمان الفکر و حرکتون الی المبادی و من المبادی الی المراد. یعنی فکر حرکتیه به سوی داده ها، یعنی در حقیقت اون آموخته هایی که ناشی از دانش و تجربه است، و از داده ها به سمت نتیجه گیری خواسته ها. هوش مصنوعی یا به طور مخفف AI در همین جهته. ببینید، هوش مصنوعی با کاربردهای مختلفی که در دنیا پیدا کرده، اقیانوس خیلی وسیعیه که با توجه به اطلاعات کمی که از این مقوله در بحث نظامی هست و معمولاً به صورت سری پیگیری میشه، من مطالبی رو خدمتون عرض کنم. این گونه کنفرانس ها و گرد همایی ها معمولاً چند منظور است؟
برگزار کنندگان، خواهش میکنم به موضوع اگر دقت بشه بینندگان عزیز، برگزار کنندگان به دنبال اثبات مالکیت و یا اونر بودنشون هستن، پشت پرده به دنبال اثبات حاکمیت خودشون بر این موضوع هستن. من مثالی رو بزنم، آژانس انرژی اتمی برای دستیابی قدرت‌های هسته‌ای و تولید انبوه این سلاح‌ها به فکر حاکمیت و جلوگیری از سایر کشورهای دنیا به این پیشرفت چند منظور افتادن و آژانس رو ابداع کردن. در رابطه با هوش مصنوعی هم با عنایت به مطالبی که عرض کردم، این کنفرانس به احتمال زیاد توسط همین توسعه دهندگان و پیشرفت در حقیقت پیشرفتگان هوش مصنوعی، این کنفرانس رو از جمله آمریکا و چین سازماندهی کردن، همونطوری که چند روز پیش در بیانات رهبری جمهوری اسلامی هم اشاره ای به این موضوع شد. مقدمه به وجود آوردن چنین آژانسی برای محدود کردن و جلوگیری از دستیابی بقیه کشورها به این تکنولوژی که همانند بمبی منفجر شده و تمام ارکان زندگی انسانها رو تحت شعاع قرار داده. بله. من خواهش میکنم یک دبیرم عرض کنم، چون مقوله هوش مصنوعی بسیار پیشرفته است، معمولا 4 تا تقسیم بندی رو من با توجه به نظرات صاحب نظران هوش مصنوعی انجام میدم که فکر میکنم نتیجه گیری آخری ما رو به این مقصود برسونه. هوش مصنوعی به صورت معمولی که نوع اوله و ما معمولا تو کاربردهای معمولی زندگی تو بعضی کارهای پیش با افتاده ازش بهره برداری میکنم، مثل بازی خاص شطرنج. نوع دوم حافظه محدودی دارن که معمولا پیشرفته تر هستن، با حافظه و ناشی از تجربیات قبلی برای استفاده از داده ها استفاده میشه، همین ماشین های دنده اتومات یا خودرانی که شما میبینید. نوع سوم در حقیقت نوع تئوری ذهنیه که معمولا تو روانشناسی استفاده میشه و قادره که احساسات انسان ها رو تجزیه تحلیل کنه. و نوع چهارم که موضوع مهم منه، هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه و بفهمه که چطور داره کار میکنه، و اون موقع است که حالا بعضی از فیلم ها و در حقیقت فیلم های سینمایی ساخته شده که دنیا رو در دست میگیرن و نقش اصلی رو بازی میکنن و انسان ها و دنیا رو تحت سلطه قرار میدن، احتمال داره که این کشورها به خصوص آمریکا و چین، و من روی آمریکا تاکید میکنم که تقریبا حدود 50 سالی از تکنولوژی اروپا، آسیا و سایر قاره‌های دنیا جلوتر هست، احتمال زیاد به این مرحله خودآگاهی در هوش مصنوعی رسیدن. بله. که میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن و سرمایه گذاری بالا و در حقیقت افراد متخصص رو میطلبه که تو این کنفرانس ها نخبه ها رو هم شناسایی میکنن. بله. من فکر میکنم تقریبا تونستم یه اشاره بکنم، و خواهشم اینه که این قسمت آخر در حقیقت بعد از شناسایی نخبگان، دخالات موجودهای نادیدنی و انرژی های بالا و احتمالا فرازمینی رو هم تو این زمینه باید در نظر گرفت. بله، سپاس از شما. ممنونم از حضورتون در برنامه. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. وزیر معارف طالبان به رؤسای معارف کابل و سایر استانهای افغانستان دستور داده تا کتابخانه های تمامی مراکز آموزشی را نظارت و بررسی کنند. این مقام طالبان تأکید کرده که کتابهایی که در تضاد با فقه حنفی باشند باید جمع‌آوری شوند. وزارت معارف طالبان روز دوشنبه 19 شهریور در خبرنامه ای اعلام کرده که این دستور از طریق یک گفتگوی ویدیویی به رؤسای معارف استانهای مختلف ارائه کرده است. این در حالی است که طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان مزامین و کتابهای فقه جعفری در مدارس و دانشگاه ها را حذف کردند. علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌های فقه جعفری، طالبان محدودیت‌های شدیدتری علیه شیعیان و هزاره‌ها اعمال کردند. برخی از این محدودیت‌ها از جمله محرومیت از حق برگزاری مراسم مذهبی، تعطیلی مساجد شیعیان و فشار بر نهادهای آموزشی مرتبط بوده است. این اقدامات طالبان نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر و آزادی مذهبی در افغانستان ایجاد کرده است.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری این اقدامات را محکوم و خواستار پایان این تبعیض‌ها شدند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر نوری، دلیل رفتار دوگانه طالبان که از یک طرف متعهد میشوند که حقوق پیروان و سایر ادیان و مذاهب را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر این چنین برخورد میکنند چیست و آیا امکان تغییر رویکرد طالبان وجود دارد؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم شبکه امام حسین. در ارتباط با سؤالی که مطرح ساختید، این خبر واقعا خبر ناراحت کننده هست. البته این اقدامات از سوی طالبان علیه مذاهب غیر حنفی در افغانستان که پیروان مذهب شیعه جعفری را و شیعه اسماعیلی را حالا شامل میشه، بله، اقدامات علیه شیعیان در افغانستان از آغاز روی کار آمدن طالبان شروع شده و چنانچه پارسال بود که فرمانی از سوی وزیر تحصیلات طالبان نیز مطرح شد که در دانشگاه‌های افغانستان مضامین که مربوط به شیعیان است و اینا حذف شود و فقه شیعه جعفری در دانشگاه‌ها تدریس نشود و همچنین محدودیت‌های در زمان روی کار آمدن طالبان علیه شیعیان به مرور زمان وضع شده، از جمله محدودیت‌هایی که در مورد برگزاری مراسم محرم و امثال اینها بود. بله. و این در راستای همون اقداماتی است که به صورت سیستماتیک دارن محدودیت‌های وسیعی را علیه پیروان دیگر مذاهب از جمله شیعیان در افغانستان دارن طالبان وضع می‌کنند. بله. و ببینید، من می‌خوام اینجا مطلب را از اینجا شروع بکنم. پیروان مذاهب در هر کشوری که باشد باید باورهای مذهبی خودشان را آموزش ببینند. این حقشان است. یعنی شما در تمام کشورهای اسلامی که یک اقلیت از مذاهب اسلامی دارند، مثلا یک کشوری که اکثریتشان اهل سنت باشد و یک اقلیت از شیعه در اونجا زندگی بکنه مانند افغانستان، یا اکثریتشان شیعه باشد و اقلیتی از اهل سنت در اونجا زندگی بکنه، پیروان اون مذاهبی که در اقلیت هستن در تمام کشورهای اسلامی از این حق برخوردار هستن که فرزندانشان طبق آموزه‌های مذهبی مذهب خودشان تربیت شوند و آموزش ببینند. اما متاسفانه در افغانستان طالبان این حق مذهبی و این آزادی مذهبی را از پیروان مذهب شیعه جعفری سلب کرده است. نمونش همین دستور جمع‌آوری کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی هست از کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی کشور. ممنونم از شما. و این کتاب‌ها دیگر کتابی عمدتاً کتاب‌هایی که از نظر اونها مخالف فقه حنفی هست و با مخالف باورهای فقه حنفی هست، کتاب‌های فقه جعفری هست. بله. غیر از این حالا کتاب دیگه‌ای که در این کتابخانه‌ها وجود نداره. بله. و دارن کم کم اثر بر پیروان فقه جعفری در افغانستان تنگتر می‌کنن. متشکرم از شما. دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا. نگاهی دوباره بنندازیم به سرخط خبرها. هشتم ربیع الاول، سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. سران جهان در سئول خواستار کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی شدند. وزیر معارف طالبان، کتاب‌های مغایر با فقه حنفی از مراکز آموزشی جمع‌آوری می‌شوند. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید ممنونم. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.